بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی دیشب یه برنامه داشتیم گفتیم که اسقاطیل در باطلاق و نتانیابو زانو زده این برنامه در راستای اون برنامه است بلکه مهمتر به این تصویر دقت کنید چی میبینید؟ شاید در نگاه اول بگید که خب نقشه جغرافیایی دیگه موقعیت لبنان و سرزمین های اشغالی رو نشون میده بله در نگاه اول درست همین هم است اما اصل موضوع این نیست این 54 نقطه از درگیری های حزب الله با اسقاطلیا و انهدام تانک های مرکاوای ارتش کودک کش رو داره نشون میده موقعیتی که به ما میگه حزب الله غیرتمندانه با صلابت و با شجاعت تمام مقابل دشمن تابون دندان مسلح ایستاده و اگر هر تانک مرکاوا رو 5 میلیون دلار حساب کنیم چیزی در حدود 270 میلیون دلار فقط در همین مورد بهشون آسیب زده حالا سایر تجهیزات و ادوات نظامی اسقاطیدی که در این بین دود شدن رفتن هوا رو فاکتور میگیریم میذاریم کنار برای همین هست که اسقاطیل به شدت دنبال آتش بسه منابع نزدیک به نتانیابو گفتن که توافق با حزب الله به دلیل خستگی نیروها و خالی بودن مخازن تسلیحات به احتمال زیاد انجام خواهد شد اتفاقا امروز هم اسقاطیلیا یک قرارداد نظامی جدید بستن و میلیاردها شکل باید هزینه بکنن برای خرید تجهیزات جدیدشون که بتونن مقابل حزب الله تا و توان خودشون رو حفظ بکنن که بعید میدونم این اتفاق بیفته چون در ادامه برای خودتونم اثبات خواهد شد که اسقاطیلیا هرچی دارن تلاش میکنن حزب الله داره چیزهای جدیدی رو میکنه البته این آتش بس میتونه یه توطئه باشه برای زمان خریدن و انصراف ایران از وعده صادق سه به بخوان با این حربه جمهوری اسلامی رو منصرف کنن از عملیات وعده صادق سه و ضربه زدن به اسقاطیلی البته تو برنامه دیشبم که در تو همین آتشبس اسقاطیل و حزب الله بود اشاره کردم که مقاومت این رو هرگز نخواهد پذیرفت چون حزب الله یکی از شروط اصلیش پایان جنگ و آتشبس دائم در است اصلا برای همین بود که بعد از طوفان الاقصا یعنی یک روز بعد از 7 اکتبر وارد این نبرد نابرابر با اسقاطیلی ها شد و تونست پا به پای مردم مزنوع فلسطین جلو بیاد و ضربات سنگین رو به اونها بزنه هدفش این بود که جنگ در غزه کمرنگتر بشه و اسقاطیل رو مجبور بکنه به آتش بس به نظر حزب الله با اتفاقات اخیر تا حدود زیادی موفق شده به این هدف برسه اما رسانه های لبنانی از عقب نشینی نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی از چندین نقطه در لبنان خبر میدن همچنین توپخونه این رژیم که چند روز پیش وارد جنوب لبنان شده بود به جای امن منتقل شده این خبر به مراتب وحشتناکتر از خود آتش بسه دیشب اشاره کردم اگر اسقاطیلیا بخوان آتش بس رو بپذیرن به معنای شکست در مقابل جبهه مقاومته درسته که قذر رو به خاک و خون کشیدن درسته که در لبنان دارن جنایاتی رو مرتکب میشن اما این آتش بس به معنای ضعف ارتش اسقاطیل در برابر مقاومته و از اون بدتر عقب نشینیشون از جنوب لبنان حساب بکنید نزدیک 50 روز طبق چیزی که در سال 2024 منتشر شده دومین ارتش قدرتمند دنیا هن. وقتی دومی یا سومی وقتی اینها از لبنان عقب نشینی میکنن نشون میده که مقاومت چقدر قوی بوده خارج از حد تصور اونهاست یکی از رسانه های هم گفته که توافق آتش بس با لبنان ممکنه در آخر این هفته امضا بشه که البته بعید میدونم تا زمانی که حزب الله به صورت رسمی اعلام نکرده و اینها شروط محور مقاومت رو قبول نکنن آتش بسی در کار نخواهد بود اما پرسش رسانه های هم در نوع خودش جالب توجهه مگه 80 درصد توان موشک حزب الله نابود نشده بود المیادین به نقل از رسانه های گفته آژیرهای هشدار حملات از صبح امروز 504 بار در عراضی اشغالی به صدا در اومده از صبح امروز تاکنون کنون 340 موشک از لبنان به سوی شهرک ها، شهرها و نیروهای ارتش در جنوب لبنان شلیک شده. البته فکر میکنم این خبر رو دیروز کار کردن. خبرنگار نظامی وبگاه ابری والا هم گفته مگه به ما نگفته بودن که 80 درصد موشک ها و راکت های حزب رو نابود کردند. این سوال تقریبا مثل این میمونه که یه تانکر آب جوش رو بریزن رو سر نتانیا بود چون ادعا کرده بود که بعد از اینکه جنگنداشون وارد لبنان شدن موشکای شلیک شده جنگندا به کمک اونها اومدن و تونستن زراتخانه حزب الله رو منهدم کنن و ضربات سنگینی به اونها بزنن تجهیزات و ادواتشون رو از بین برن به طوری که تا 80 درصد نابودی رو ادعا کرده بودن اما این مدعای دروغ بعد از رونمایی حزب الله از موشکای جدیدشون که بردهاش هر روز داره بیشتر میشه تا 150 نزدیک 200 کیلومتر هم فکر می کنم رسیده اینها رو رسوا کرد و الان رسانه های ابری با دیدن این صحنه ها که ارتش اسقاطی رو مجبور به عقب نشینی کرده از خودشون سوال میپرسن میگن پس این ادعاتون دروغ بود حرف دیگه‌تون هم مثل همینه یعنی هر ادعایی که شما دارید در میدان جنگ مطرح میکنید و به صورت گسترده در رسانه پخش میکنید اینا هم مثل همونه دارید دروغ میگید به مردم و این خودش یه فضاحت دیگری است برای ارتش پرمدعای اسقاطی اما همه اینها رو گوشه ذهنتون داشته باشید در شرایطی که اوضاع دشمن به شدت وخیمه دنبال آتش بسه تا یک تنفسی کنه زمان بخره که بتونه نیروی خودش رو بازیابی بکنه و ادامه جنگ رو بتونه با قوت بیشتری داشته باشه الان تضعیف شدن دیگه به خاطر تضعیف نیروهاشونه تو تصویر دوم بهتون نشون دادم این تصویری که اینجا میگن توافق با حزب الله به دلیل خستگی نیروها یه دلیلشه دومیش خالی بودن مخازن تسلیحات دشمن تو این شرایطه اما دولت ما رفته به سمت مذاکره مذاکره زمانی خوبه که شما چپت پر باشه همین مصاحبه که دیروز از دکتر علی لاریجانی منتشر شد که با تصمیم داشت اونجا ایشون اشاره میکنه که در دولت شهید رسیا مذاکراتی صورت گرفته اما مذاکره چه زمانیه اون زمانیه که آمریکایی ها تلاش میکنن تحت فشار حداکثری تو رو به جایی برسونن که نتونی نفت بفروشی تو اواخر دولت حسن روحانی شما 2300 هزار بشکه میفروشی اما وقتی دولت شهید رئیسی میاد سناتور آمریکایی وزیر امور خارجه آمریکا رو به سلابه میکشه میگه شما دارید چیکار میکنید زمانی که دولت قبل ایران بوده 2300 هزار بشکه نفت فروختن الان دو میلیون بشکه نفت دارن میفروشن که اونجا وزیر خارجه آمریکا میگه چی میگه ما هر کاری بتونیم انجام میدیم اما اینا هم راههای تحریم رو یاد گرفتن دارن دور میزنن خونساش میکنن دولت شهید رئیسی هم اگر رفته مذاکره در حالی رفته که چپش پره یعنی طرف مقابل نتونست خواستاش رو تحمیل بکنه اگر شما در موضع ضعف قرار بگیرید و مثل بعضیا زلیلانه بخوای بری برای مذاکره مثل بعضیا که رفتن چند سال مملکت رو به فنا دادن و همون استراتژی بده بره رو پیاده کردن خب اگر اینطور بری دشمن سوء استفاده میکنه میگه این ضعف داره بذار بهش فشار بیارم اما اگر قوی باشی دو میلیون بشکه نفت میفروشی ابزار فشار او هم که تحریم خونسا کردی اونجا او به تو امتیاز میده نه تو بهش امتیاز بدی بریم یه دقیقه یه کلیپ از صحبت های دکتر فاد ایزدی با هم ببینیم یه دقیقه آقا ترامپ اهل معامله است کاسبه خب حالا از این مرد تو هم مگه ما... اهل معامله یعنی <تصفح> این هم یه سوال از برکه احمد بعد چیو میخوایی معامله کنی اصلا اون باش آقا اهل معامله تو چیو میخوای معامله کنی باش یه ماه پیش بود یه برنامه داشتیم اونجا اشاره کردم گفتم برای بعضیا اصلا افتخاره برم بگن آقا ما با آمریکا مذاکره کردیم ما مثلا با اروپا مذاکره کردیم فارغ از اینکه نتیجه اون مذاکره چی میشه اصلا به ضرر ما باشه منافع ملی کی روشنده به درک همین که ما رفتم مذاکره کردم خود اصل مذاکره خیلی موضوعیت داره برای بعضیا کیف میکنن مثل این میمونه الان بیای بگی آقا من یه پراید دارم 100 میلیون هزار تا مشتری براش میاد آقا این چپراید 100 میلیون 300 میلیون قیمتی چی 100 میلیون مفت داری میدی هزار نفر حمله میکنن اما بگو 300 میلیون تو این بازاری که راکده همه فرار میکنن هنر نیست که پراید 300 میلیون رو بدی 100 میلیون بعد بگی هزار تا مشتری اومد هنر اینه که اون یه دونه پرایدی که داری رو بتونی به قیمت درست بفروشی معامله میکنی رفتی تو مذاکره چی دادی چی گرفتی راکتور عراق رو بده بره قسطی رو بده بره اورانیوم 20 درصد بشه 3.5 درصد هر موقع وادادی دشمن بهت فشار آورده اما این قانون اقدام راهبردی مجلس چقدر خوب بود اورانیوم رو گفت 20 درصد میکنیم عقب نشینی کرد دشمن از 20 درصد رفت رو 60 درصد بازم عقب نشینی کرد الان یه بهانه جدید آورده که دیشب دکتر پیروز توی برنامه سریا خیلی نکته جالب اشاره کرد گفت آمریکایی‌ها زمانی که میان تو عراق به بهانه صدام اینا جنایت میکنن یک میلیون نفر رو میکشن از بمب های حاوی اورانیوم استفاده کردن اورانیوم غنی شده توش بوده زدن تو سر مردم عراق الان بعضی از بچه هاشون ناقص الخلقه به دنیا میان متولدین جدید عراقی رو برید یک گزارش مستندی چیزی ازش بگیرید ببینید بعد میگه اینا چیکار کردن میگه خب تو جنگ بالاخره برخی تجهیزات و ادوات از دور خارج میشه دیگه از رده خارجه میگه اینها رو خود آمریکایی‌ها فروختن به ید ایرانی به اسم آهن قرازه آهن میگه اینا هم از همه جا بی خبر بلند شدن ورداشتن اووردن تو مریوان حالا میگه تو این قطنامه جدید برید نگاه کنید به سایت مریوان اشاره شده بازرسین آژانس اون موقع میان بلا فاصله میگن آقا ما شنیدیم که شما تو مریوان دارید یه کارایی میکنید میگن خب بریم بازرسی میانو بازدید میکنن و بعد دستمالو میکشن و با خوشون میبرن تو آزمایشگاه میگن بله این اورانیوم ضعیف شده توش بوده پس شما یه جای دیگه دارید اورانیوم رو غنی میکنید ببین با هربه خودشون با کلک خودشون بهانه به دست آوردن که ایران رو دوباره تحریم کنن قطنامه صادر کنن همین کارم کردم حالا تو در مقابل چنین دشمنی میخوای بری چه معامله کنی چه مذاکره کنی با فریب و هیله و نیرنگ اومده جلو تو که حریف این نمیشی که تو باید قوی بشی اون موقع باش مذاکره کنی اون موقع ازش امتیاز بگیری تازه حالا بریم پاسخ دکتر فؤاد ایزدی رو بشنویم افرادی که ما در داخل کشور داریم بیشتر اهل معامله هستن تو برنامه امروز ظهر برید نگاه کنید گفتم برخی ها اصلا دوست ندارن با آمریکا مقابله کنن نمیخوان گلاویز بشن یا حقیقتیه این این واقعیتی که کمتر در تلویزیون جمهوری اسلامی در باید صحبت میشه این یک واقعیته که افرادی که چه, در دولت های اصلاح طلب چه حتی در دولت های مثلا اصولگرا یا شرف اصولگرا افراد زیادی در کشور هستن که اینا واقعا اهل معامله هستن نه به عنوان نمیخوایم مثلا بار منفی بدیم اینها نمیخوان با آمریکا درگیر باشن ایشون نمیخواد بار منفی بده ولی بذارید من یه جور دیگه بگم نمیخوام بگیم همشون اینجوری ها یه عده ای هستن طرف زن و بچهش اونوره بره خودش اینجا مسئوله میگه اگر من یه موزه بگیرم یه حرفی بزنم اونجا اونا رو نکنه اذیتشون کنن دیپورت کنم فلان کنن بیخیاله یعنی منافع شخصی و خانوادگی ارجعیت داره به چی؟ به منافع ملی یا نه اصلا خانوادش هم اونور نیست یه مقدار مرخص دیگه اون ارق ملیه به اون دوزی که باید برسه نرسیده یا کچفهمه اصلا یعنی واقعا عقیدش اینه میگه اگر بریم مذاکره کنیم مثلا مشکل مردم حل میشه یعنی این رو عین ثواب برای خودش میدونه اما از تاریخ عبرت نمیگیره آقا شما 500 سال گذشته ایران تاریخ معاصر ایران رو برید بخونید تا 500 سال برید بخونید مدام این حکومت ها خواستن به ما ظلم کنن و زور بگن هر موقع مقابلشون ایستادیم عقب نشینی کردن هر موقع وادادی اومدن قارت کردن بردن بابا یه ذره به خودتون بیاید دیگه در دوره که اسقاطیل تو باتلاق گیر کرده منتظر وعده صادق سه هست یهوی وزیر رو خارجه میاد تو تلویزیون میگه فرصتی هم نیست تا اون اکتبر 2025 بعد زود بریم مذاکره و اینها بعد کشورهای اروپایی و آمریکا قدنامه رو که صادر میکنن حالا میگه بریم با اروپایی‌ها مذاکره کنیم این پالسه ضعفه امیدوارم وعده صادق سه زودتر اجرایی بشه که بازوان وزارت امور خارجه ما پر قدرت مقابل دشمن عرض اندام کنه یعنی میدان به کمک دیپلماسی بیاد همونطور که در یه جایی دیپلماسی به کمک میدان میاد ما اصلا منکر اینها نیستیم اینا مکمل هم دیگر. اما در این بره وعده صادق سه باید به عنوان یک مطالبه ملی 24 ساعت مدام تو بوغ و کرنا بشه مسئولینی که اگر یه مقدار قفلت کردن یا میخوان اهمال کاری کنن به خودشون بیان بفهمن که در چه برهه حساس و تاریخی هستیم یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون